گزارش ها در مورد زندان های انگلیس نگرانی های گسترده در مورد زندانیان را رقم می زند. وضعیت زندان ها و زندانیان و نقض حقوق آنها در انگلیس همواره مورد انتقاد گروه ها و سازمان های حقوق بشری بوده است. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. روزنامه بریتانیایی گاردین با انتشار گزارشی از وضعیت هولناک 52 زندانی انگلیسی در زندان امنیتی در لندن پای تخت انگلیس پرده برداشت بر اساس بررسی های گاردین 52 زندانی در یک زندان در انگلیس در شرایطی که کارشناس حقوق بشر سازمان ملل از آن به عنوان شکنجه یاد می کند نگهداری می شوند. مرکز موسوم به CSC مسئولیت نگهداری از زندانیان خطرناک در واحدهای کوچک با امنیت بالا را دارد. متوسط دوره حبس در این زندان چهل ماه است در حالی که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه از قرنطینه طولانی و گاه نامحدود زندانیان در زندان مذکور ابراز نگرانی کرده. سازمان اف بین الملل عمل کرده سی اس سی را بی رحمانه، تحقیرآمیز و غیر انسانی خوانده است به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه حبس در سی اس سی قابل مقایسه با حبس انفرادی است این مقام سازمان ملل از حکومت انگلیس خواستار ارائه توضیح درباره وضعیت این زندان و تضمین جهت توقف این روند شده است از اول ماه می تا کنون 52 نفر در سی نگهداری می شوند که تقریبا 40 درصد آنها سفید پوست انگلیسی نبودند. این در حالی است که این افراد 14 درصد جمعیت انگلیس و 27 درصد جمعیت زندانهای این کشور را تشکیل می دهند. به گفته فعالان حقوق بشری وزارت دادگستری انگلیس به بهانه امکان شناسایی زندانیان بر اثر ارائه آمار تفکیک قومیتی از ارائه چنین آماری خودداری می کند. در گزارشی که در سال 2015 منتشر شده بود نیز شمار زندانیان مسلمان در سی سی را نیمی از کل جمعیت زندانیان اعلام می کرد. این در حالی است که مسلمانان تنها چهار درصد جمعیت انگلیس را به خود اختصاص دادند. مسلمانان در سال 2020 میلادی 16 درصد جمعیت زندان‌های این کشور را تشکیل می‌دادند.